اما اجازه بدید که در آغاز برنامه دست کم به یکی از نامه های این همیهنان گرامی ببیشه، چون این همیهن از ایران این نامه رو نوشتند، به پاسخ بدم. ایشان میگویند که من یک ایرانی کافر در یکی از روستاهای اطراف نایین هستم. برنامه های شبکه اندیشه قبلا از خاطر پخش شد و ما میتوانستیم شما را اونجا زیارت کنیم. متاسفانه دیگر قادر به دنبال کردن برنامه های شما نیستم و از این بابت بسیار اندوکینم. البته این قسمت رو خواندم، قابل توجه جناب کاردان و دارنده تلویزیون آقای درمانی، برای اینکه بر روی این هم گله ایست که برخی از همیهنان دارن. میدانیم که در اروپا که اصلا دیگه این برنامه از شبکه زنده پخش نمیشه. البته این هم برپایه گرفتاری های شاید مالی و چیزهایی از این دست باشد و کوشش برای صرفه‌جویی، ولی بر روی این گله ایست که همیهنان از ایران گاه و بیگاه میکنن. قرض از مزاحمت، از خدمت شما پرسشی داشتم. جوک درست کردن برای سه قوم مقدس ایران، البته من دیگه این واژه مقدس رو چون ایشان نوشتند میخوانم، یعنی آذری ها، گیلکی ها و لور های عزیز. این داستان از کی به وجود آمده؟ آیا استبداد رضا شاه نقشی در این داستان داشته؟ بسیار خرسندم که توانستم ایمیلی برای شما بفرستم. قبلا میخواستم این کار رو بکنم اما نوت، یعنی نوت فارسی نداشتم. برای این قسمت تعارف ها و ستودان برنامه رو من کنار میذارم. به نوشته ایشان هم چون دسترسی شاید به این برنامه نداشته باشند جداگانه پاسخ خواهم داد، اما بهانه است برای پاسخ دادن به این موضوع. چند هفته پیش هم من در آتلانتا سخنرانی داشتم درباره جایگاه آذربایجان در فرهنگ و سیاست مدرن ایران. انگیزه این دعوت از سوی یکی از انجمنهای آتلانتا بنیاد خویی هم در این بود که گویا در یکی از برنامه هایی که در اون بنیاد ایرانیان، بنیاد فرهنگی ایرانیان برگزار شده بود، کانون فرهنگی ایرانیان، گویا کسانی آمده بودند و بالای تریبون جوک گفته بودند و درباره آذری ها و ترک ها و چیزهای از این دست. و این دوستان دعوت کننده از من چون میدانند که من تا چند اندازه با از یک سو با قومگرایی سر ستیز دارم و از دیگر سو پاسدار همه فرهنگ های ایران هستم و همه جریان های فکری و فرهنگی و تیر و تبار های ایران هستم، از من خواستند که به آتلانتا بروم و سخنرانی درباره جایگاه آذربایجان در تاریخ مدرن ایران انجام بدهم، که به شما هم این وعده رو خواهم داد که در یکی از برنامه هایی که با آقای مهری در برگی از تاریخ دارم به این مطلب بپردازم. اما پاسخ به این هم میهن گرامی، نه دوست گرامی، این رفتار بسیار نادرست و ناپسند و نکوهیده، واقعا باید گفت فرومایه، که از سوی بسیاری از ایرانیان در مهمانی ها انجام می شود. حتی چند سال پیش نواری رو پخش کردند یا ویدیوی رو پخش کردند که آقای خاتمی با دوستانشان نشسته بودند و درباره آذربایجانی ها جوک می گفتند. اینها مربوط به دوران رضا شاه نیست. فکر نمی کنم اصلا این نوع نگاه به تاریخ درست باشه. گویا مثلا در دربار رضا شاه پهلوی یا محمد رضا شاه یه دل نشستن و گفتن ما چگونه می توانیم آذربایجانی ها رو بی ارزش کنیم. اون هم در دوران رضا شاهی که تنها زبان غیر فارسی که بلد بود ترکی بود. و ویدیوهایی که امروز در دسترس ماست، فیلم های کوتاهی که هنوز به جای مونده از دیدار رضا شاه با آتاتورک در ترکیه، میدانیم که او با آتاتورک با ترکی صحبت میکرد، البته اون ترکی که در زندگی در قزاقخانه یاد گرفته بود. گمان نمی کنم که فردی مانند رضا شاه علاقمند دوستار این بوده که به ترک ها توهین بشود، به آذری ها توهین بشود، به لور ها توهین بشود. این بخش بسیار بدی از فرهنگ ماست و ما باید بپذیریم که ما جنبه های بسیار ناروا و نادرست در فرهنگ خودمان داریم. در دوره قاجار هم چنین چیزهایی بوده. اگر به نوشته های تاریخی کهن هم نگاه کنید چنین هست. پاره از این برخوردها جنبه سیاسی داشته. مثلا شما در نوشته‌های عبید زاکانی که درباره خاتون‌های ترک سخن می‌گوید، عبید زاکانی که خودش از قزوین برخواسته، در قزوین زاده شده، از
یکی از روستاهای پیرامون قزوین و از یک دیر و تبار کهن عرب پیرامون قزوین بوده، ولی بر روی زبانی که با اون بزرگ شده، چه بسا زبان قزوینی ترکی بوده، او درباره این خاتون ها نوشته. نه به این معنا که بخواهد ترکان رو دستاویز و زمینه تمسخر بکنه، بلکه بیشتر از این رو که در اون دوران خاتون های دوره ایلخانی جایگاه بلندی در فراز و فرود امیران و شاهان داشتن و چیزهایی که بر روی عبید در کنار نقد به آخوندها میپردازن. اما در واقع پاسخ من به این هممیهن گرامی و دیگر هممیهنانی که در این باره میپرسند، در سخنرانی های من، در سفرهای من، در این برنامه و در یادداشتهایی که برای من میفرستند، در این است که نه، این رفتار برآمده از یک کارزار سیاسی فرمان روایی در ایران نیست، بلکه یک بخشی از فرهنگ ماست که در دیگری کشورها هم وجود داره، فقط به ایران مربوط نیست. در نوشتارهای تاریخی هنگامی که به ویژه در دوره قاجار، هنگامی که کردها و لورها رو ازشون یاد میکردن، میگفتن اکراد و الوار، یعنی در واقع اونها رو با یک برخورد عامیانه نکوهش میکردن، اونها رو پایین میدونستن. و این در فرهنگ ایران، در به ویژه در دورانی که شهرنشینی در ایران بالا گرفته، روان شده. و جالب اینجاست که برخی از این نادرست‌ترین، دشوار، یعنی باید گفت ناپخته‌ترین و شاید بدترین برخوردهایی که درباره آذربایجانی‌ها و ترک‌ها در ایران در دوره 150-200 سال گذشته روان شده، در درباره قاجار شکل گرفته که خود اونها ترک قجر بودند، ولی اونهایی که به تهران آمده بودند، تهرانی شده بودند، اونهایی که هنوز در آذربایجان پیرامون ولیعهد زندگی میکردند و میزیستند و با اون چند سال یک بار یا سالی دو بار به تهران میامدند و لهجه غلیظ آذری داشتند و فارسیشون خیلی خوب نبود، اونها رو با واژه های بسیار ناپسندی میخواندند. و این به دوره رضا شاه مربوط نیست. ببینید، این گونه به این همیهن گرامی باید پاسخ بدم. ما برخی جنبه های نادرست فرهنگی در زندگی خودمون داریم که اینها رو نمیتوان از راه قانون دگرگون کرد، از راه حقوقی دگرگون کرد. اینها ارزش های حقیقی نادرستی است که در جامعه ما روان است. در ایالات متحده آمریکا که من در اینجا میزیم، بردهداری و نابرابر دانستن سیاهان با سفید پوستان یا آفریقایی تباران با اروپایی تباران غیرقانونی است. اما در فرهنگ همین کشور نکوهیدن و فروده است دانستن آفریقایی تباران همچنان رواست، همچنان در بسیاری از ایالت‌های جنوبی آمریکا پذیرفته شده است. اینها رو با قانون نمیتوان دگرگون کرد. کار فرهنگی نیاز داریم و نپذیرفتن این ارزش‌ها از سوی هممیهنانی که باور دارند که ما همه ایرانی هستیم و باید برابری همه شهروندان رو در برابر قانون و در قانون بپذیریم. اما برگردم به موضوع اصلی بحث امروز، یعنی پیرامون مسئله رفرماسیون دینی و سکولاریسم. خب میدانید که گفتگو بر سر سکولاریسم سخن تازه‌ای در کشور ما نیست، سخن تازه‌ای اصلا در دنیا نیست. سکولاریسم یا جدا ساختن دین و دولت یا جدا ساختن نهاد دینی از نهادهای قانونگذاری و باور داشتن به اینکه فرمانروایی باید غیر دینی باشد، یکی از دستاوردهای بسیار برجسته مدرنیته در اروپا است. بدون پذیرفتن سکولاریسم، مدرن‌سازی دنیای نو شدنی نبود و شاید ایالات متحده آمریکا نخستین کشوری بود که موضوع جدای دین و دولت رو قانونی کرد، یعنی در قانون اساسی این کشور و سپس در رفتار حقوقی که در ایالات متحده آمریکا در گرفت، جدا ساختن
نهاد کلیسا یا نهاد دین از نهاد دولت پذیرفته شد، حتی در یادداشت‌ها و نوشته‌هایی که از پایه‌گذاران این کشور وجود داره، اونها به دیواری میان این دو اشاره می‌کنند. سکولاریسم هم بارها در این برنامه و در سخنرانی‌ها و در نوشته‌های خودم اشاره کردم، چیز دشواری نیست. سکولاریسم یعنی اینکه انسان‌ها با هر ایده و ایمان و آیین و باوری که هستند باید با هم برابر باشند در یک کشور. برتری انسان‌ها بر پایه توانایی‌های اونهاست، ولی از نظر قانونی میان یک انسان مسلمان و نامسلمان، جدا از اینکه این نامسلمان مسیحی باشد، یهودی باشد، بهائی باشد، بیدین باشد، زرتشتی باشد، هیچ تفاوتی از نظر حقوقی میان اونها نیست. یعنی همه اونها در چشم قانون دارای حقوق برابر هستند و در جامعه نمیتوان به دلیل اینکه اونها به آیین دیگری هستند، بیدین هستند یا به دین رسمی کشور باور ندارند، به تبعیض میان اونها قائل شد. این پدیده بود که پس از مشروطه هم در ایران پذیرفته و قانونی شد. بگذاریم که پیش از مشروطه هم در رفتار فرمان روایی در ایران تا حدودی جنبه‌های از اون رو میپسندیدند و میپذیرفتند، اما در دوران مشروطه آنچنان پذیرفته شد که در گفتگو بر سر نوشتن قانون اساسی یکی از برجسته ترین شخصیت هایی که در پدید آوردن جنبه های بسیار پیش رو قانون اساسی، از جمله اصل هشتم متمم قانون اساسی که اهالی مملکت رو در برابر قانون برابر می داند، یک زرتشتی روشنفکر زرتشتی نماینده زرتشتیان در مجلس بود و هیچ کس به او خورده نگرفت که آقای زرتشتی در مجلسی که بیشتر نمایندگان مسلمان هستند و نزدیک به 20% نمایندگان یا شاید بیشتر از 20% عمامه بر سر دارند، دستار بر سر دارند و مدرسه دینی رفتن، شما چه باشد که در این مسائل دخالت کنید؟ با احترام به او رفتار می‌کردند و بسیاری از داوری‌های او را نه تنها پذیرفتند، حتی این گزینش پرچم سرنگ ایران با علامت شیر و خورشید یکی از دستاوردهای چالش این شخصیت روشنفکر برجسته زرتشتی در تاریخ ماست. شوربختا که این به درازا نکشید و پس از شهریور 20 بار دیگر سر و کله روحانیان سیاسی و کسانی که می‌خواستند دین رو به حوزه سیاست عمومی بکشانند در ایران پدیدار شد و دولتیان هم به این چنین پدیده‌ای باج دادند و سرانجام هم دیدیم که انقلاب 57 رو داد و امروز ما کشوری دینی داریم، یعنی دولتی دینی در یک کشوری که میتواند بدون دولت دینی جایگاه برجسته‌ای در دنیا داشته باشد. من بارها در این برنامه به مسئله سکولاریسم اشاره کردم و در این دو هفته گذشته پیرامون یا صفحه گذشته پیرامون رفرماسیون دینی با شما گفتگو داشتم. این رفرماسیون دینی همیشه پدیده‌ای بوده که باید در ایران روی می‌داده تا ما بتوانیم با یک نگاه مدرن‌تری، یعنی ایرانیان مسلمان بتوانند یا ایرانیان شیعه بتوانند با یک نگاه امروزی‌تری به دنیا نظر بیفکنند و قانون زمینی رو بپذیرند و در کنار باورهای دینی که دارند بتوانند یاری برسانند که کشوری مدرن در ایران بنا بشود، مدرن‌تر از آن چیزی که در دستاورد مشروطه بود، خیلی مدرن‌تر از اون. اما امروز این مسئله رفرماسیون دینی برجسته تر از گذشته است. ما این گفتگوهای خرافی رو در تاریخ خودمون زیاد داشتیم. من به یاد دارم مادر بزرگی داشتم به نام قمر خانوم. قمر خانوم که مادر پدری من، مادر بزرگی پدری من هست، آدمی بود سخت دیندار. کربلا رفته بود چند بار، تا اونجا که یادم هست نماز میخوان، روزه میگرفت و حتی در یک شب در هفته یا شاید هم یک شب در ماه، من درست بیاد ندارم، یا آخونده بود، روزخانی بود که میامد منزل ما و خانومهای محل و دوستان ایشان جمع میشدند و این آقا برای اونها روزه میخوان و من و برادرم که 2 سال از من کوچکتر است و خیلی هم سنمون کم بود ولی علاقمند بودیم، شاید کنجکاوی، شاید برای خنده، پشت در
نگاه میکردیم و از این زاری کردن زنها، شیون کردن اونها، انگامی که ذکر مصیبت کربلا میرفت، خب ما هم شادمان میشدیم. حالا شاید درست نبود که ما از چنین چیزی شادمان بشیم، ولی خردسال بودیم و خوشمون میامد. این مادر بزرگ من هم تا اونجایی که من بیاد دارم تا پایان عمر سخت پایبند دین بود، نماز میخواند، روزه میگرفت، و تا اونجایی که باز یادم هست من کتابی در دست ایشان جز قرآن و دعاهایی که به هر حال میخواندند و دست چیزهای کتابهای مذهبی چیز دیگری ندیده بودم. اما همین آدم مسلمان باورمند، کسی که روزخانی برگزار میکرد، سخت با رویاوری انقلاب اسلامی مخالف بود، چون بر روی انسانی بود که 5 فرزندش، 2 فرزند پدر من و خواهر او از همسر نخستش پدر بزرگ من و سپس 3 فرزند از ازدواج دوم، همه اینا درس خوان و دانشگاه رفته و آدم های برجسته‌ای در زندگی مدرن جامعه شده بودند. یکی از عمه‌های من یکی از نقاش‌های بزرگ ایران بود که رفته بود و در ایتالیا درس خوانده بود، و عمه دیگر من در کتاب‌های درسی کار می‌کرد. هیچ کدوم از اونها نه پایبند حجاب بودند، نه اصلا چیزی مانند اینها رو رعایت می‌کردند و مشروب هم می‌خوردند و مشکلی با این مسائل نداشتند، زندگی مدرن می‌کردند. پدر من هم با اینکه آدمی بود که هیچگاه مشروب نخورده بود و تا پایان عمر هم نماز می‌خواند، آدمی بود فوق‌العاده سکولار، یک قاضی سکولار بود، سپس شهردار تهران شد و سرانجام هم به کار وکالت دادگستری رو ادامه داد و وکیل خصوصی زندیات محمد مصدق بود و همواره در زندگی رفتار سکولار رو میپذیرفت، تا جایی که من هنگامی که به سن بلوغ رسیدم و بعد از پس از 2 هفته نماز خواندن نماز رو کنار گذاشتم، پدر من دخالتی در این کار نکرد و دیگر برادران و خواهر من هم که از من کوچکتر بودند این سنت بنده رو دنبال کردند. من مشکلی با نماز خواندن مردم ندارم، اما میگویم که سکولاریسم در یک زندگی خانوادگی از جمله در این است که انسان‌ها به گزینش‌های دیگران، فرزندانشون، همسرشون، پدرشون احترام بگذارند. کسی میخواهد نماز بخونه بخونه، کسی میخواهد نخونه. این که گفتم من با این روزخوان، اصلا با این روزخوان بود که با خرافات دینی آشنا شدم، چون در خانه ما کسی پیرو خرافات دینی نبود. و بزرگتر که شدم دریافتم که این کار کسروی چقدر نیک بوده که با این خرافات در افتاده. اما امروز اون حرفای اون سید بی سواد روزخانی که می آمد و واقعا بو هم می داد، چون فکر نمی کنم بیشتر از 1-2 بار در ماه، شاید هم در فصل، این حمام میرفت و چندان هم آدم باسوادی نبود. اونجایی که به یاد دارم پدر من هم سخت و آدم بیدانشی میدانست. اینک میبینم که سخنان این آخوند روزخان دورگرد بیدانش امروز بر قدرت در ایران چیره است. یعنی آخوندهایی که دارای حتی درجه اجتهاد هستند، ادعای کلان دارند، اینها همین حرفای ناخوندی رو که من در دوران خردسالی نوجوانی در منزلمون و از برحال برنامه هایی که مادر بزرگم برگزار میکرد میشنیدیم و میخندیدیم، امروز این آدم ها سر کار هستند. و این هست که مسئله سکولاریسم و رفرماسیون دینی به یک بقرنج اجتماعی در ایران تبدیل شده. برای که این رو یادآوری به شما کرده باشم، با این که میدانم خیلی از شما این گفتگوهای بسیار بسیار زشت و ناپسند آقای قرائتی رو حتی شنیدید یا دیدید، از کارگردان محترم برنامه آقای بشکنیار درخواست میکنم شاید 1 دقیقه 1.5 دقیقه از این سخنرانی آقای قرائتی رو پخش کنن و ببینید این مرد با چه لبخندی، با چه احساس شور و شوقی، با چه آب از دهان سرازی شدن درباره حوران بهشتی سخن میگوید. ببینید این اندیشه ها بر کشور ما چیره است. در فرمان روایی سای قرائتی بخشی از ساختار فرمان روایی کشور ماست. لم یطمثهن قبل انسان قبلهم ولا جان، هیچ کس تماس با اینها نگرفته.
نه مردی نه جن، باکره باکره، عروسهایی بسیار زیبا و باکره. خب حال باغها و انگورها دیگه چی؟ و کواعب، کواعب جمع کاعب، کاعب به دختری که تازه سینش اومده بالا، و کواعب همسرانی سینه های برجسته، اطراب، و اطراب باز جمع طرب به معنی همسن و سال، همشکل و شمائله. زنای بهشتی شمائلشون همسطحه، یعنی همه بر هم دیگه بر در زیبایی برای دیگه برتری ندارن. لذت های مادی اون دختران سینه برآمده و اون باغهای انگور و اون شرابها، اینا نعمت های مادیه. ما اینها رو بیک قرار دادیم. بیک مال فرش که بیک رو بیوه نداره، بیک مال زنه که میگن زن بیوز یا زن باکره. چون این کنار فروش بعد میاد میگه ما اینها رو آفریدیم به نحو خاصی، اینها رو بیک قرار دادیم، شوهر دوست قرار دادیم، همسن قرار دادیم، پیداست این فروش یعنی همخواب. خب ببینید، اینها سخنان کسی است که در گزینش امام جمعه های شهرهای مختلف از مشاوران و رایزنان رهبر جمهوری اسلامی است و خود او هم از این گونه سخنان بسیار گفت. تا جایی که یک آخوند دونپایه روستایی یا در گوشه ای از این شهران شهر بر منبری این سخنان رو به زبان بیاورد، خب از این نوع سخنان در کشورهای پیشرفته هم وجود دارد و مردمی میروند پول میدهند و این آدم ها رو بر هر روی، حالا در کشورهای اسلامی از راه خمس و سهم امام و چیزهای از این دست، و در کشورهای غربی از راه کمکی که به این مراکز میکنند و به این کلیساها میکنند، اینها رو نگه میدارند و اینها هم باقی خواهند ماند. اما گرفتاری در این است که هنگامی که این نوع دیدگاه ها با پول دولت، با پول ملت، پولی که دولت در واقع به نام ملت بناس خرج بکنه، پول مردم ایران است، این آدم ها زندگی میکنند و از رادیو تلویزیون ایران این حرف های یاور رو به مردم میگویند درباره روران بهشتی، درباره دخترانی که سینه های اونها تازه رویده و همیشه باکره خواهند بود، اینها رو برای جوانهای ایران میگویند. اینجاست که باید فریاد برآورد که باید یک دگرگونی بنیادی در ساختار باوری فقاهت شیعه صورت بگیرد. چرا؟ چون تا هنگامی که چنین ارزش های چیره بر این ساختار دینی است، این ساختار با مدل سازی جامعه سر ستیز خواهد داشت. هنگامی که در دورانی که بیشتر فارغ التحصیلان دانشگاه ایران دختران ایران هستند، زنان ایرانی هستند، هنگامی که زنان ایران در سپهر سیاست و مسائل اجتماعی با وجود اینکه در تنگنای حجاب زندگی می کنند، در تنگنای نابرابری های قانونی زندگی می کنند، این چنین حضور آشکار دارند که ما در هیچ کشور دیگر اسلامی نمونه از اون رو نمی بینیم. این ساختاری که آقای قرائتی رو به عنوان یک سخنگو و به عنوان یک مبلغ نظریات دینی از سوی حکومت میپذیرد و او رو آزاد میگذارد که چنین پخت و پلاها و یاوه های واپس مونده و فرومایی و قرون وسطایی رو درباره زنان تبلیغ بکنه، ما نیازمند نه تنها یک دولت سکولار در ایران هستیم، نیازمند یک اصلاح بنیادی در فقاهت شیعه هستیم که این فقه شیعه بتواند خودش رو با دنیای مدرن هماهنگ کنه، بپذیره. اگر هم این حرفا در قرآن آمده باشه، اینها مسائل و ارزش های هزار اندی سال، چند هزار سال پیش است، در کتاب کتب عهد عتیق و جدید هم آمده، ولی اینها گذشته است، اینها کهن است و دنیای جدید به برابری حقوق زن و مرد باور دارد. و اگر بهشتی هم بهش باور داشته باشید، در این بهشت باید زن و مرد دارای حقوق برابر باشند. رستگاری اون دنیایی را در دست کم به اونها وعده میدهید، در این رستگاری رفتار برابر بکنید، در این وعده رستگاری، در این دنیا که به این برابری باور ندارید، دست کم بگویید که در بهشت هم زن مسلمان میتواند مانند مرد مسلمان به سعادت و رستگاری برسد، نه اینکه
به عنوان نمونه از بهشت خداوندی، بهشت اسلامی، دخترانی رو به مردان مسلمان، مردان مسلمانی که هر جنایتی که کرده باشند، اگر خون و زکات داده باشند و شیعه باشند، حتما به این بهش میروند، به اینها نوید دهید که میروند به اون دنیا و با دختران خردسالی که سینه های اونها تازه بلند شده، اینجور که آقای قرائتی میگویند و در نوشته های اسلامی آمده، با اینها روبرو خواهند شد. آخه این نوع سخنان فرومایه، واپسگرا، دشمنانه با اندیشه های مدرن و امروزی تا کی میتوانند گریبانگیر جامعه ما باشد؟ این است که من باز هم پافشاری میکنم، افسون بر نیاز به سکولاریسم بر ساختار سیاسی ایران، ما نیازمند دگرگونی های بنیادی در فقه اسلامی و شیعه هستیم که این نوع یاوه ها و یا کشتن مخالفان یا کشتن از دین برگشتگان رو به عنوان رفتار درست دینی در میان مردم تبلیغ نکنند.